دیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم بعدد کل شیء معلوم لک. با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه نوبتی معراج انسان از رادیو و تلویزیون هدفمند جهانی معراج، خداوند پاک رعایت سپاسگزار هستم و سلامهای گرم خود محضر شما و خانواده های معظم و مکرمش متقدیم میکنم. امیدوار هستم که از آفات زمان مسئول باشید، ایام به کام شما باشه و قرعه فال هم به نام شما عزیزان. با این آرزومندی برنامه جدید را آغاز میکنیم و در این برنامه پیرامون صفت بسیار مذموم و بعدی که برای بعضی از انسانها متاسفانه به کمال رسیده که عبارت از تملق و چاپلوسی است، به ابعاد و زوایای مختلف اشارات داریم. امیدوار هستیم ضمن از اینکه ما آگاهی بیشتر از این صفت بد انسانی حاصل بکنیم، به هیچ عنوان ما متملق نباشیم، چاپلوس نباشیم و به هیچ عنوان متملقان و چاپلوسان به زندگی ما راه پیدا نکنند، تا اینکه ما از گزند معافات زبان ایشان و مکر ایشان مسئول و محفوظ باشیم. عزیزان، دین ما بر مبنای اعتدال، آفرینش و فطرت ما بر مبنای اعتدال، مزاج ما و نفس ما انسان‌ها بر مبنای اعتدال. از اینجاست که ما بهار را دوست داریم. چرا؟ چون بهار فصل است که نه گرم است و نه هم مانند خود انموز زمستان سرد. غذا مثلا ما دوست داریم که غذا گرم باشه، نه داغ باشه و نه هم سرد. چرا؟ چون همو فطرت ما و نفس ما و به قول معروف آفرینش ما بر مبنای چی شده؟ بر مبنای خود انمو اعتدال شده. وقتی ما بر مبنای اعتدال خلق شدیم، وقتی ما دین ما دین اعتدال هست، وقتی نفس ما اعتدال پسند است، چقدر جالب است که در گفتار کلامی و زبانی خود هم ما چی بکنیم؟ اعتدال را رعایت بکنیم. اعدلوا هو اقرب للتقوا. انسان مؤمن کامل کسی است که در گفتار و بیان هم همواره رعایت اعتدال را میکنه، به این معنا که نه به صفت و توصیف کسان میپردازد که اونها فاقد او چی باشند، ویژگی ها باشند. به فهوای و اما به نعمت ربک فحدث، خوبی های انسان ها را ما باید خوب بگیم به خاطر اینکه شاکر نعمات الهی باشد، اما بدی ها و فروگذاشت های انسان ها را هم باید ما آینسان برای او بازگو بکنیم که این انسان چکار کنه برای رفع از او و برای دفع از او عطف توجه بکنه. بنان از اینجاست که هر تعریف و توصیفی که از حد بگذره و شخص مقابل هم لیاقت از او نداشته باشه قطعا تملق است و چاپلوسی. وقتی ما افراط میکنیم در تعریف کسانی که اونا لیاقت ندارن، چرا؟ چون ما یک هدف داریم، یا میخواییم که ما به اصطلاح از او استفاده مالی بکنیم یا خود برای اون نزدیک بکنیم به گونه های مختلف، ما به توصیف و تعریف از اون میپردازیم که اصلا اونا دارای او صفات چی نیستن. اینجاست که خود تملق و چاپلوسی محقق میشه و ما خدای نخواسته صفت چاپلوسی و تملق چی میکنیم؟ به خود نسبت میدیم. از مدح انسان تا تملق بسیار فرق هاست. مدح تعریف مثبت یک انسان است، نعماتی که خداوند بر یک انسان داده، بر گفتار از او، بر رفتار از او، بر اخلاق از او، بر داشتای از او. وقتی را ما مدح میکنیم این تملق نیست. اما تملق و چاپلوسی تعریف منفی و بیجای است که او صفات و ویژگی ها در انسان تبلور پیدا نکرده باشد. و از اینجاست که بزرگترین آفت زبانی تملق و چاپلوسی است که به مساوی یک عیب بزرگ برای انسان مؤمن چی میشه؟ او به حساب میآید و تلقی میشه. چقدر جالب است که
به مدح کسانی بپردازیم که اونا عزیزان خدا هستند. اونا آنقدر با زیور اخلاق عظیم بستند، در گفتار و رفتار و پندار از اونا آثار شیطنت تر شما نمیبینین، آثار منافقت تر نمیبینیم، تملق و چاپلوسی تر نمیبینیم. اینجا یک وجیبه است که به مدح این انسانها ما بپردازیم. اما باز تکرار میکنیم که انسانهایی که فاقد این ویژگی ها باشند، اگر ما پرداختیم به چی؟ به تعریف از اینا، به توصیف از اینا، اینجاست که واقعا چی هستیم؟ ما انسان متملق و چاپلوس در جامعه معرفی میشیم. پیامبر اکرم میفرمایند که المؤمن و مرآة المؤمن، انسان مؤمن آینه انسان مؤمن هست. یعنی وقتی شما دو آینه رو به هم دیگر قرار میدیم، این دو آینه در وسط زن اگر کدام شی قرار داده بشه، اینا صادقانه انعکاس میدن خوبی های این امو یا ویژگی های شی که در وسط دو آینه گذاشته شده. انسان مؤمن وقتی به انسان مؤمن مقابل میشه، خوبی ها زیر باید برای چی بکه؟ بگه و بر یاد از بده که تو شاکر نعمت الهی باید باشی که این خوبی ها در تو هست، در صورت تو و در سیرت تو. چنانچه ما حدیث داریم که وقتی خود ما با آینه نگاه میکنیم و میبینیم که امروز قیافه بسیار شاد و بشاش و نورانی داریم، دعا کنیم که الهی همچنان که صورت مر خوب نورانی ساختی، مر زیبا ساختی، پروردگارا سیرت مر و باطن و نیت مر هم چی بکن؟ پاک بساز و رحمانی بساز و از شر شیطان مر چی بکن؟ نجات بده. گفتن حق و تحسین از خوبی ها یک وجیبه است به فهوای و اما به نعمت رب که فعدس. وقتی یک برادر مسلمان ما، وقتی یک خواهر مسلمان ما، وقتی یک کس، یک مسئول، یک بستلا دوست با ما دارای خصوصیات و ویژگی هایست که باید اونا گفته بشه، مت از ایر بزبان جاری بکنیم، اینجا یک وجیبه است. اما گاهگاه متاسفانه ما بعضی بگونی عادت داریم که اگر نفر دارای بستلا خشاوندی و قومی با ما بود، بدیو از اینا ما چی میگیم؟ هنر میگیم. یعنی بیمانا که کمبودی های شخصیتی و انسان هر ما برای دیگر ها چی میکنیم؟ هنر معرفی میکنیم که این بی انصافی است و نشانه بارزی از چی؟ از خودنمو، تملق و چاپلوسی ما. انسان متملق و چاپلوس چون چشم حق بین نداره، حقایق رو بیان نمیکنه، وارو نمیبینه، کمبودی های قوم و خش و نزدیکا خود هنر میبینه. هنر انسان هایی که از این فاصله دارن، به اصطلاح با این اگر مشکلی دارن، هنر دیگران هر چی میبینه؟ ای عیب میبینه. اینجاست که انسان متملق چون به اصطلاح چشم حق بین نداره، همواره ای نمیتونه در بیان خود حقایق ادای دین بکنه. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند که بسا از علمای امت من در محضر سلاطین و پادشاهان و قدرتمندان میرن به خاطر طمعی که دارن یا به خاطر ترسی که دارن. اینا حقایق را نمیگن، مشکلات مردم را نمیگن، کمبودی های خود نظام ها و حکومت ها را نمیگن. این علما با ایمان نسبه از محضر خود سلاطین بیرون میشن و اینا کسانی هستن که پیامبر میگن روحم از اینا آزرده است و خدام از اینا راضی نیست. گفتن سخن حق در نزد خود بزرگان دولت، بزرگان به اصطلاح حکومت یک وجیب است، به ویژه بر کسانی که دانشمند هستند و اونها دارای گنجینه های علمی هستند که باید به هر قیمت، اگر به قیمت جان از نام تمام میشه، باید از گفتن خود حق حراسی نداشته باشند. عزیزان، از اینجاست که بزرگا گفتن که قرب سلطان آتش سیزان بود. اگر به محضر امیر و والی و وزیر و بزرگ میریم، مشکلات مردم رو نمیگیم، اگر کمبودی های خود نظام رو نمیگیم، اگر ما واقعا همو کمبودی ها رو ما بیان نمیکنیم به خاطر اصلاح، ما در اینجا خود با آتش انیمو وجدان انداختیم، در دنیا با آتش وجدان ما میسیزیم و در آخرت هم با آتش قهر و غضب الهی که در داخل خود چی است؟ در داخل خود دوزخ است. باور کنین که انسان های متملق و چاپلوس از انسانهای خوب انسانهای بد میسازن با چاپلوسی که دارن و از حکومتها و نظامهای خوب هم حکومتهای بد رو میسازن. تاریخ نشان داده انمی چاپلوسها و متملقها بودن که شیشتن به عوض ازی که اینها به اصطلاح نقاط ضعف حکومتها رو بگن، نقاط ضعف زعمای و رهبرا رو بگن، اینها به تعریف پرداختن، به توصیف پرداختن، کمپاین کردن. چرا؟ برای اینکه اینا به اهداف دنیایی برسن. اینجاست که یک ملت واقعا اینا دوچار چی کردن؟ مصائب و مشکلات کردن که واقعا اینا جمله کسانی هستن که در دنیا هم شرمنده هستن به پیش وجدان و در روز حشر هم خداوند ای که با اینا چی میکنه؟ اونجا چون زبان اینا به تملق چاپلوسی تر کردن، اینا باید پاسخ بدن و عذاب بشن. در روز تعیین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم به عنوان خلیفه دوم مسلمان ها،
یکی از خود صحابه پیامبر که در اینجا نشسته بود و تربیت یافته مکتبخانه نجات بخش محمدی بود، پس از استماع سخنرانی بسیار آگاهانه و عالمانه و بسیار همونطور مردانه سید حضرت عمر، این نفر جولیده مو استاده شد و شمشیر خود را تکان داد. گفت ای عمر فاروق، ای ابن خطاب، قسم به عظمت خدایی که تو و مرا آفریده و مرا خلق کرده و مرا پس چی میکنه؟ به اصطلاح نابود میکنه. قسم به ذات خدا که تا لحظه که در صراط المستقیمی که پیامبر اکرم بر تو ترسیم کرده استوار بودی، با این شمشیر از تو دفاع میکنم. ای امیر المومنین، ای عمر فاروق، ای خسرو پیامبر، هر لحظه که از شاهرهای صراط المستقیم عدول کردی و کج رفتی، با خبر که به فتوای خود دین، به اجازه پیامبر و به امر خدای پاک، با این شمشیر ترشی خواهد کردم، راست خواهد کردم. سیدن حضرت عمر تکبیر گفتن، او رو به آغوش گرفتن، گفتن به وجود همچو تربیت یافته مکتب نجات بخش محمدی می افتخار میکنم. بله، هر مؤمن مسلمان این گونه وظیفه داره که تا وقتی که ما زعما و بزرگا بر صراط المستقیم مستدام بودند، حمایت بکنند به فهوای و تا اون البر و تقوا، و هرگاه منحرف شدن اونا رو با نصیحت و با وعظ و با موعظه اونا رو چی بکنن؟ متوجه اشتباه بکنن. اگر نشود، عمر فاروق گفتن که اینجاست که با این شمشیر کجیهای رهبرا باید چی بشه؟ راست بشه. عزیزان، حضرت عمر فاروق یک حرف بسیار مقبولی دارن. میگن که اگر هر کس روزانه به عوض تعریف و تملق بیجا یک عیب مر بگه، روزانه من ده ها امو عیب خود اصلاح میکنم. به این معنی که انسان متملق اگر پیش من نیایه، انسان واقع‌گرا بیایه، انسانی که چی است؟ آینه حقیقت است، به پیش ما بیایه، به عوض تعریف بیجا اگر بر چی گفت؟ واقعیت برای ما گفت، من اصلاح میشم. و چقدر جالب است که به عوض تعریف از ما چی بکنین؟ یعنی مو مشکلات رو بگیم. ما واقعا باید ما این گونه حرکت بکنین. این اخلاق عمری در جامعه، در بین رعیت و حکومت و مردم ایر به اصطلاح ترویج بکنیم که ما واقعا وقتی پیش بزرگا میریم، خوبی ها رو خوب و فروگذاشت ها به خاطر رضای خدا و به خاطر آرامش مردم بگیم که اینها مشکلات در نظام هست که اینو بعد چی بشه؟ اصلاح بشه. سیدنا حضرت علی میفرمایند که تعریف افراطی و بیش از حق، بیش از حد چی است؟ تملق است. و تعریف تفریطی و کمتر از لیاقت شخص، حسادت و اختلافی است. اگر ما تعریف افراطی میکنیم که حق از اون نفر نیست، یعنی بیشتر تعریف کردیم به خاطر اینکه دوست ماست، قوم ماست، خش ماست، با ما معامله دارد، اینجا ما چی کردیم؟ تملق کردیم. و اگر تفرید کردیم، کمتر تعریف کردیم، اون نفر به اصطلاح بیشتر لیاقت داشت، اینجا پس مشخص است که ما حسادت داریم و چی داریم؟ و اختلافی. ببینیم چی آینه داره خود دین. با هر که طرف گشتم، آرایش اویم، آینم و خاصیت جنگ من این است. اینجا سیدون حضرت علی که باب علم پیامبران میفرمند که در تعریف نه افراط بکنیم و نه هم تفرید. هر کس است، اگر فرزند شماست، اگر زن شماست، اگر به اصطلاح برادر شماست، اگر قوم شماست، اگر حتی دشمن شماست، چرا؟ بهترین نمونه نفس پاک انسانی در است که خوبی های دشمن خودم به صورت که است آینوار چی بکنه؟ بازگو بکنه. تملق و چاپلوسی ریشه بسیاری از رذایل اخلاقی است. هر رذالتی که شما برای نوع بشر در افکار و افعال و گفتار میبینیم، این رذایل اخلاقی زاده خود تملق و چاپلوسی دیگران است. چرا؟ انسان رذیل است، انسان با رذایل خود اخلاقی دست و پنجه نرم میکنه، از او چی میگن؟ میگن دارای فضایل اخلاقی است. وقتی ما بدیا یک انسان رو خوب تعریف بکنیم، ضمن از اینکه در گناه از او شریک هستیم، اینجاست که ما متملق هستیم با چاپلوس. و یاد شما باشه که خود تملق، انسانی که به اصطلاح تملق میکنه، یعنی انسان متملق و چاپلوس، به هیچ عنوان این عزت نفس نداره که تمام خوبی های از چی میشه؟ محو میشه و صفات رذیله به وجود از چی میکنه؟ جایگزین میشه. از منظر شعر و ادبیات، از جایی که پیامبر اکرم فرمودن که در شعر حکمت است، چقدر مقبول شاعر صاحب دل میگه که آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهر داشت ولی نظر قواد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگ پیش سگ سر خم کرد. حیوانات در حال که اونا شعور حیوانی دارند،
اونا قدر غرور دارن که به پیش سگ یک سگ سر خود خم نمیکنه. اما پیش انسانهای بد، به پیش انسانهای فاسد، به پیش انسانهای ظالم، ما میبینیم خیلی انسانهایی که خود بزرگوار دارن از نظر خود، اینا متاسفانه خوردی میکنن، تملق میکنن، چاپلوسی میکنن و از این انسان بد چیکار میکنن؟ میخوان که انسان خوبر به جامعه معرفی بکنم که اینگونه نمیشه. چرا؟ چون کسی که عزیز بارگاه رب العزت و آسمانیان نباشه، عزیز زمینیان شده نمیتونه. نو کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا، تا بویسه بر رکاب غزل ارسلان زند. شاعر گفت، اما شاعر صاحب دل استاده شد گفت نزد من چی حاجت که نو کرسی آسمان، نهی زیر پای غزل ارسلان. اینجا واقعا با همت، با دانش و با انصاف میتونیم ما آینستان چی بکنیم؟ پیشتر گفتم اگر کسی خوبی داره، فراز و تبارز شخصیتی داره، او رو ما آینه داری بکنیم که سپاسگزار الطاف حضرت حق باشه، و اگر کمبوتی داره هر کس میخواد باشه، پادشاه یا گدا، قوم یا خش، بیگانه یا به اصطلاح دوست، اینجا اگر ما آینه داری بکنیم پس ما میتونیم که در جامعه چی بکنیم؟ واقعا اصلاحات در جایگزین بکنیم. بعضی از بزرگانی بودن که اینا در مجموع واقعا اینا علاقمند بودن که کسانی بیان اینا تعریف بکنن. اینا گروهای داشتن برام مداحان که شاعر بگفت که بس که هستم ساده و هردم خیال و گپشنو، چون شطور کردن مداحان مهارم کم کمک. متملقان و چاپلوسان اینا یاد دارن مثل که شطور را صاحب شطور یا ساربان مهار میکنه، اینا با چهار تا گپ دروغین انمو به اصطلاح زعیم و بزرگ و کلانه یک منطقه چی میکنن؟ اینا مهار میکنن، به هر طرف خواسته باشن به خاطر اهداف و غرایز دنیایی خود چیکار میکنن؟ اون رو میبرن. اینجاست که حضرت عطار میفرمان که میان مسجد و میخانه راه است. چقدر جالب است که نه ما افراطی تعریف بکنیم، نه ما تفریطی باشیم، نه ما کسی باشیم که دوست و قوم خش خوده کوه بسازیم، اما کسی باشیم که اگر با ما قومی نداشت، اگر خوبی داشت، هنر داشت، بازی رو ما چکار کنیم؟ تفسیر به بد بکنیم و به عیب بکنیم. اگر متملقین و چاپلوسان ثابت شده نباشن، جای برای بزرگ شدن و باقی موندن خود بی‌هنران به خالی مغزان در جامعه دیگه نیست. چاپلوسان هستن و متملقان هستن که با تعریف‌های بیجا انسان‌های بی‌هنر و بی‌کمال و خالی مغز رو به مقامات بلند میرسنن که تاریخ در ارتباط گواه است. چون متملقان و چاپلوسان گرم کننده خود بازار خود معامله‌گران هستند که اونا میخوان با گرده های مردم چکار کنن. در تاریخ شما ورق بزنین ببینین که همواره کسانی در پلوی از اینا بودن که با چاپلوسی بازار را گرم کردن، با اونا معامله کردن و اونا به اهدافشون خود چکار کردن رسیدن. یک قصه تاریخی داریم که میگن به اصطلاح کلاغ سیاه برای جوجه خو میگفت یا برای مو فرزند خو میگفت که ای فرزنده که تو از سفید همچی از خود برف هم بر من سفیدتر هستی، یعنی سفیدی تو از سفیدی برف هم سفیدتر است. کی میگفت؟ کلاغ برای بچه خو میگفت، در حالی که هر دوتا سیاه بودن. اینجاست که انسانهای چاپلوس هم همه خصلت خود کلاغ دارن که میخوان از انسانهای سیاه، انسانهای نورانی و انسانهای به اصطلاح روشن رو به جامعه چی بکنن؟ معرفی بکنن. تملق و چاپلوسی ثابت شده که مانع رشد و تکامل انسان میشه و مانع رشد و تکامل جامعه. جوامعی که در اونجا متملقین و چاپلوسان اینا همون مهار به اصطلاح رهبری جامعه به دست از ایناست، او جامعه به کمال نمیرسه، او انسان ها به کمال نمیرسن. چرا؟ چون اینها از شاهرای صراط المستقیم و حقیقت میخوان که جامعه و خود زمامدارا چی بکنن؟ با تملق و چاپلوسی به خاطر اهدافش که دارن منحرف بسازن. انسان متملق و چاپلوس به گناه انسان تعریف شده شریک است. وقتی ما تعریف میکنیم از یک انسانی که هنر نداره، او رو به عنوان هنرمند معرفی میکنیم، به عنوان انسان متقی و انسان مترقی و انسان خدمتگزار، چون او نیست به خود باور میکنه. وقتی باور میکنه دیگه او همون راه به اصطلاح بد که داره، راه شیطانی خود ادامه میده، به هر گناهی که انسان تعریف شده او حرکت بکنه و دست پیدا بکنه، انسانی که تملق کرده به جور گناه از چی هست از من؟ شریک هست. تملق و چاپلوسی شیرازه صداقت و واقعی بینی از هم میپاشانه و جامعه رو واقعا بیکیفیت میسازه. وقتی بر مبنای حقیقت استوار نباشه گفتار ما،
رفتار ما، تعریف ما. جامعه واقعا به سمت پرتگاه میره. اینجاست که مردم واقعی نیستن. مردم واقعا با تملق و چاپلوسی خوش میشن چون بی‌هنرند و بی‌هنری از اینا توسط متملقین چی میشه؟ به اصطلاح هنر معرفی میشه. اینجاست که انسان متملق خانه ایمان و باور خود چی میکنه؟ ویران میکنه. با چی؟ با تعریف بیجا، با تملق بیجا و با چاپلوسی که اهداف شومی در خود این چاپلوسی از او نهفته است و مزمر است. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان. عزیزان شنونده و بیننده، از این جایی که ما در این برنامه پیرامون جایگاه انسانهای متملق و چاپلوس در جامعه صحبت میکنیم و از مضرات و زیانهای گفتاری و کلامی از اینا صحبت میکنیم، مشخص است که روانشناسی میگه که تملق و چاپلوسی تأثیر منفی بالای فکر و اندیشه انسان میگذاره تا که انسان گمراه بشه. وقتی ما بیجا تعریف کردیم، انسان به گمراهی سوق داده میشه. بعضی از روی تملق و چاپلوسی فقط منتظرن که یک نفر عطسه بزنه و اینا بلا فاصله بگم یرحمک‌الله. اگر او انسان اشتباه هم بگه، چون اینا چاپلوسم، میخوام چکار بکنم؟ کار از روی تایید بکنم. یعنی به این معنی که مدام به پیش از این رضایت خدا و پیش انسان چاپلوس و متملق مطرح نیست، رضایت شخص مطرح است که میخواد از او چی بگیره؟ به اصطلاح باج بگیره. و از منظر جامعه شناسی اکثر سرکشان، ظالمان و متمردان تاریخ در کنار خود انسانهای متملق و چاپلوس داشتن که تا به سرحد خود رسوایی رسیدن. فرعون در مصر ای واقعا چی کرد؟ به معاصره چند نفر متملق و مدعا گرد آمده بود، گیر آمده بود، اونا گرد آمده بودن که ایر وقتی برای از چاپلوسی میکردن و مدعاهی میکردن، ایر سرانجام چی کرد؟ ادعای خدایی کرد. یعنی بیمنا که در تاریخ ثابت شده که سرکشان وقت رسوا شدن که متملقان رهبر و رهنمای چی شدن؟ از اینا شدن که اینا رو واقعا به پرتگاه انداختن. انسان متملق و چاپلوس دوروی است و ملون مزاج و مکار. هم دو به اصطلاح ایده داره، دو زبان داره، هم ملون مزاج است که هر دم مزاج از این تغییر میکنه. این تابع به قول معروف شرایط خود روزگار هست و هم مکار هست که با مکر تملق و چاپلوسی میخواه به هدف شوم خود برسه و میان انسان ها چی بکنه؟ این به اصطلاح رخنه ایجاد بکنه. روایت داریم که پیامبر اکرم بفرمه هر کس تعریف شما رو در حضور شما کرد، بفهم که آدمی است که در پشت سر باز میره چی میکنه؟ شما رو غیبت میکنه. دهان از اینا شما چی کنیم؟ از خاک پر کنیم و به صورت از اینا شما خاک بپاشیم که اینو از این صفت بد و مذموم خود چی بکنن؟ توبه بکنن. روانشناسی هم پیشتر گفتیم که باز حکم میکنه که انسان بی شخصیت و فاقد اعتبار از راه تملق و چاپلوسی میخواد که خود بزرگ کنه و به قلبهای مردم جا بده، که این گپ جا امکان نداره. باز تکرار میکنیم که عزیز خدا و عزیز آسمانیان عزیز مردم و عزیز قلب هاست، اما انسان بی شخصیت، انسان فاقد اعتبار، مدام به هر جایی که باشه چهار تا متملق و چاپلوس رو پیدا میکنه که او رو فضلا تعریف بیجا بکنن که ای باز چی بکنه؟ لاف به اصطلاح فرعونی بزنه. و اینجاست که چاپلوسی و تملق غذای ابلهان و انسانهای پسفطرت است. انسانهایی که واقعا پسفطرتن، انسانهایی که مزاج شیطانی دارن،
کسانی که از مکتبخانه رحمانی اینا دور شدن، اینا همواره میخوان با قضایی که امو چاپلوسی است اینا چی بکنن؟ نفس بکشن و بزرگ بشن و اینا به هدفشون خود برسن. میگن که شخص متملق و چاپلوس با چند نفر مهمون از خانه خود بیرون شد و دید که یک همسایه جو هم از پیش رو میآیه. اینا با هم دیگر اول پرسی کردن و برای خود همسایه خود گفت که این مهمونا بسیار برای ما عزیز هستند، دیشب برای ما مهمان بودند. بعد از این معرفی باز برای مهمونا گفت که مهمونای عزیز، در این کوچه از این همسایه ما با دانشتر، مرتر، با همتر و با اخلاقتر نداریم. شروع کرد به تعریف های بسیار بیجایی که در وجود از این انسان بود یا نبود، چون خود انسان چی بود؟ همین مهماندار چاپلوس بود. بعضی که از هم دیگر جدا شدن، چند قدمی که رفت رو خود طرف میمونه کرد، گفت همین آدمی که تعریف کردم دور پی آدمی نیست و اصلا ارزش همین تعریف ها رو نداره. او میمونه گفتن پس تعجب است که از ما به تعریف هایی که شاید ما چی باشیم این گونه. بله، قانون در ایست که هر کس اگه پیش شما غیبت کسر میکنه، باز پیش دیگه مردم شما غیبت میکنه. و چاپلوسان اصلا زبان دارن که اینو هر دم به اختیار از اینا نیست، چون تلون چی دارن؟ تلون خود مزاج دارن. اینجاست که تا انسان از حریم ارزش الهی خارج نشه، از حریم خودمو لطف و عنایت الهی خارج نشه، به محیط تملق و چاپلوسی آرامش نداره. انسان متملق کسی است که ای رفته به زیر سایه‌ساره، انمو به اصطلاح درخته تلخه، انمو چی؟ شیطانی. و این میوه تلخ خود شیطانی به کام چشانده شده که این زبان از چی است؟ متملق هست، صفت چاپلوسی است. تا زمانی که انسان از حریم ارزش‌های الهی خارج نشه، به محیط تملق و چاپلوسی دست پیدا نمی‌کنه که خداوند پاک مر از این صفت بد نجات بده. بعض انسان‌ها چون با بعضی مشکلات دارند، با بعضی رقابت دارند، وقتی شما از این نفر تعریف می‌کنیم پیش از اینا، شما رو میگن که شما چاپلوسی کردیم یا تملق کردیم. نه خیر، المؤمن مرآة المؤمن. اگر به مزاج شما بدم میخورده، ما تعریفی که در وجود از بوده خدادادی بوده ما گفتیم، نباید شما دیگه کار بکنیم رنگ ببریم. اینجاست که این انسان‌های هستند که واقعا اینها هم اصلا انصاف ندارن، اینا به اصطلاح اعتراف منصفانه ندارن. اگر ما دشمن هم داریم و در دشمن ما خوبی هست، باید ما دامان عدالت را ملکه‌دار نکنیم و همواره خوبی از اینا چی بگیم؟ ما انعکاس بدیم. از منظر عرفان سخن نابجا، سخن چاپلوسانه قاتل حقیقت است. وقت حقیقت به اصطلاح محو میشه، وقت حقیقت کشته میشه و خفه میشه که سخن نابجا در قالب خود چاپلوسی و تملق آویزه گوش خود مردم بشه. از اینجاست که تملق و چاپلوسی اساسی ترین سخن نابجاست که در دین ما جایگاه ندارد. دین ما بر مبنای راستی، بر مبنای عدالت، بر مبنای ولا تطق و که از حد مگذرین استوار هست. ما هستیم که گاگاه با چرخش زبان وضعیت را به جای میرسانیم که متاسفانه از کوه میسازیم و از کوه هم برعکس چی میسازیم؟ کاه میسازیم. باید بدانیم که هر تعریف و توصیفی که از خدا و پیامبر بکنیم کم گفتیم. هر چی تعریف از خدا و پیامبر و از خوبان بکنیم، از نیکان بکنیم، از داشته های به اصطلاح طبیعت بکنیم، ظرافت ها کم گفتیم. اما اگر در قالب یک جمله از کسی تعریف بیجا کردیم، تملق هست. تکرار میکنیم، هر چی از خدا و پیامبر و از خوبی ها بگیم کم گفتیم. اما اگر یک جمله بیجا در مدح و تعریف انسانی که او در تعریف نداره گفتیم، ما متملق هستیم و چی؟ چاپلوس. بیایم که از تملق و چاپلوسی و چرب زبانی فاصله بگیریم، بیایم که با چرب زبانی و تملق آبرو، حیثیت، عزت و ایمان خود به خطر نیندازیم و خود بار دوش جامعه نسازیم. بیایم که اول ضررها و زیانهای دنیایی و اخروی تملق و چاپلوسی را بدانیم و از خود دور کنیم. بیایم که با یک عالم آگاهی خودمو اول از تملق دوری کنیم و بعداً انسانهای متملق را اول ما اون رو چی بسازیم؟ اصلاح بسازیم، وظیفه داریم. اگر نشود که بلا رو از خود دور کنیم، ما خود از بلا دور کنیم که اونا رو اجازه دادیم بخونه ما رفت آمد کنن. اینها واقعا کسی هستن که شیرازه زندگی ما رو به هم بزنن. دولت مردان وظیفه دارن، مکلف هستن که انسان‌های متملق و چاپلوس هر که به نام چارکلاها در جامعه معروف هستن، اینا رو به اطراف خود جا ندن که اینها مشکلات مردم رو نمیگن، اینا مشکلات شخصی خود میگن، اینا واقعا از کوه ها کوه میسازن و از کوه هم کوه. اینجاست که آیینسان باید ما خوبی های خود و خوبی های دیگران منعکس بکنیم و بدی هایی که در بعضی انسان ها هست، چون ما همه چی هستیم؟ جایز الخطا و معصوم نیستیم.
این بدی ها رو به عنوان بگیم با زبان بسیار مهربانانه که به نیت اصلاح باشه که ما هم در اصلاح او انسان چی باشیم، به هدف سترگ انشالله برسیم و همو خیر و ثواب نصیب ما باشه. عزیزان بیایم که تصمیم بگیریم که من حیث یک انسان مسلمان در مکتب خانه رحمان چون ثبت نام کردین، رهبر ما، پیشوای ما، قائد ما و بزرگ ما محمد پیغمبر آخر زمان است که زبان از این بزرگ مرد و ما ینطق عن الهوا به تمام 63 سال یک بار هم کجی نکد زبان مبارک. ما که امت این پیامبر هستیم چرا کج زبان باشیم؟ چرا متملق باشیم؟ چرا چاپلوس باشیم به خاطر قدرت و پول و ثروت این و آن؟ بیایم که مردانه در این میدان استاده باشیم. المؤمن و مرآت المؤمن، اول خودمان متملق نباشیم، دیگه متملقا رو از خانه خود دور کنیم که واقعا از ما انسانهای خوب بد میسازند و از انسانهای بد هم خوب، به همچه امیده که در جامعه ریشه تملق و چاپلوسی خشکانده بشه و هم ما در ارتباط وظیفه داریم که اول صفت رو بشناسیم، از اینو دوری بکنیم و خودمو از این صفت بد کلن خود مسئول و محفوظ بداریم به اذن خدا و به اجازه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان.